من این داستان چیز رو پیدا کردم، الان بهتون گفتم راجع به این که خاره؟ بله نه، اون قصه ای که گفتم الان راجع به این که مولوی حرفی که میزنه میگه یه موقع های یه تیری از طرف شاه میاد برات و اون تیر رو هیچ وقت فرار نکنه. اینو تو همین داستان، اتفاقا تو همین داستان این خارکنه است که خارا رو چیز نمیکنه. هیچ کوینسیدنس جالب خدا الان تازه فهمیده. میگه چون که نور حس نمیبینی ز چشم، چون ببینی نور آن دینی ز چشم. همین صحبت نور حسی و نور که به دل آدم میتونه بیفته. میگه نور حس با این غلیظی مختفی است، چون خفی نوزیایی کان صفی است. این نور حسی که ما میبینیم میگه با چش خیلی کمه، اون نوری که ما میتونه نور حسیمون چش حسیمون ببینه محدوده، خیلی کمه. و اون سفیدی که زیاست در حقیقت یا بسیار درخشانه، دیدنش برای ما سخت میشه. میگه این جهان چون خست به دست باد غیب، عاجزی پیش گرفت و داد غیب. میگه این جهان کلن دست کسی دیگه است. حالا اینجا بهش میگه باد غیب. توی دفتر چهارم حالا دقت بکنید، شما الان این چیزا رو بیشتر میدونید. اونجا یادتونه میگه این باد رو میبینی، باد بزن و ببین از کجا داره میاد. این باد غیب الان یه همچون حالتی داره. گر بلندش میکند گاهیش پست، گر درست گه درستش میکند گاهی شکست، گر یمینش میبرد گاهی یسار، که گلستانش کند گاهیش خار. میگه این باد غیب اصلا کارش با این دنیا اینه، یا میبرتش چپ یا میبرتش راست یا بالا یا پایین، که یه موقع هم دوست داره اینجا رو گلستان کنه، یه موقع هم دوست داره خارش کنه. این کار باد غیبه. حالا باد غیب هم ما باز راجبش میگم خوندیم، یعنی الان بیشتر داستانهای بیشتر داریم راجبش. میگه دست پنهان و قلم بین خط گذار، اسب در جولان و ناپیدا سوار. میگه فقط تو بدون که یه دستیه که پنهانه و این دست داره مینویسه. چیه؟ اون زندگیه که داره جلو میره، چه بخوای چه نخوای این زندگی داره جلو میره. خب میگه اسب در جولان و ناپیدا سوار. این اسب داره میتازه ولی تو سوارش رو نمیبینی. چرا اسب رو میبینی؟ به خاطر اینکه اسب معمولا اصلا تمامه، چون مثلا اگه توی داستان ها حتی توی شاهنامه هم اینه،
رستم نماد آسمانی، اسبش که رخش باشه نماد زمینی میشه. کارهای زمینی رو این باید با اسبش انجام بده. شما جولان دادن اسب رو میبینی ولی سوار رو نمیبینی. تیر پران بین و ناپیدا کمان، بدون یکی داره تیر میندازه ولی کمون رو نمیبینی. جانها پیدا و پنهان جان جان، جونا رو میبینی ولی جان جان رو نمیبینی. جونا رو چرا میبینی؟ چون میگی اینا زنده هن، اینا دوروبر من هن، تکون میخورن همه اینا. تیر را مشکن که این تیر شهیست، تیر پرتابی ز شست آگهیست. یه موقع تیر میاد طرفت، این تیر رو نشکن. تیر میاد بالاخره یه چیزی به تو میخوره دیگه، یه اتفاقی واسه میفته. میگه اینجا تیر شکستن اینه که بخوای باهاش جنگ کنی، بخوای ازش ناله بکنی. ناله نکن، تیر را مشکن که این تیر شهیست، تیر پرتابی ز شست آگهیست. ما رمیت از رمیت گفت حق، کار حق بر کارها دارد سبب. خدا خودش گفته که هر چی من انجام میدم بالاتر از بقیه کاراست. خشم خود بشکن، تو مشکن تیر را، چشم خشمت خون شمارد شیر را. میگه این وسط اون خشم اتفاق یا احساسیه که برای ما میفته وقتی که یه چیز ناگواری واسمون درست میشه دیگه. ما همینجوری که خشمگین نمیشیم، ما یه چیزی که به وفق مراد ما نشه ما ناراحت میشیم. میگه تو خشمتو بشکن، این تیر رو نشون، باهاش چیز باش، باهاش آشتی کن. بوسه ده بر تیر و پیش شاه بر، تین خونالود از خون تو تر. میگه این تیر رو چیکار باید بکنی؟ مرسی عواصم رو دست شما در نمید. میگه بوسه ده بر تیر و پیش شاه بر. اینو بوسه ده یعنی نه تنها بپذیرش، بالا بدارش. بدون برای تو یه پرپس بالاتر داره. بوسه ده بر تیر و پیش شاه بر، تیر خونالود از خون تو تر. آنچه پیدا عاجز و بسته و زبون، آنچه ناپیدا چنان تند و هرون. ما شکاریم این چنین دامی کراست، گوی چوگانیم چوگانی کجاست. آخر سر ما توی یه بازیم که کیا توی بازی هن؟ اینجا ما رو که داره میگه مای ماهاییم، یعنی اون کسایی که وقتی صاحب دل خودشون میشن، صاحب بصیرت میشن، صاحب این میشن که بتونن ببینن، اونا دیگه بازیچه نیستن، اونا بازی میکنن. ماها ولی فعلا گوی این چوگانی و اینا. به هر حال اینو من گفتم اینجا براتون این مثال رو بزن. حالا برگردیم به صفحه 595. به داستان خودمون. مالک الملک از هر کش سر نهد، بی جهان خاک بی جهان خاک سر ملکش دهد. میگه که بعد لیک ذوق سجده اش پیش خدا، خوشتر آید از 200 دولت تو را. صفحه بعد دیگه یا بیت بعدی درست بعد از این مال پول بود. لیک ذوق سجده ای پیش خدا، درست بخونم، لیک ذوق سجده ای پیش خدا خوشتر آید از 200 دولت تو را. اون کسی که مالک الملک میشه بالاخره به ملک ازلی میرسه، این سجده‌ای که پیش خدا میکنه خوشتر آید از 200 دولت. یعنی 200 دولت یعنی چیزی که ما تو این دنیا به عنوان خوشبختی بهش فکر میکنیم. پس بنالی که نخواهم ملک را. تازه به اونجا که برسی سجده که میکنی میگی من ملکم نمیخوام. ملک آن سجده مسلم کن مرا. من چیو میخوام؟ من اون ملکی که این سجدهی که الان من دارم میکنم، این ارزشی که این داره، اینو دنبال این میگردم.
نه ملکی که اینجا میتونه باشه و نباشه. پادشاه ها، پادشاهان جهان از بدرگی بو نبردند از شراب بندگی. اینجا بدرگی یعنی بدتینتی. میگه که پادشاهان این جهان به خاطر بدتینتیشون، بدذاتیشون بو نبردند از شراب بندگی. اینا بلد نیستن بندگی کنن، نمیدونن بندگی یعنی چی. ورنه ادهموار صد گردان و دنگ، سرگردان و دنگ ملک را برهم زدندی بیدرن. میگه اگه اینا بو برده بودن از این شراب بندگی، که یعنی بندگی یعنی چی؟ در حقیقت این بندگی عاشقیه. میگه اگه اینا به این رسیده بودن، اینا اینان ابراهیم ادهم، داستان ابراهیم ادهم رو ما تو دفتر سوم یه دفعه خوندیم. الانم چیز خیلی کوتاه بگم، ابراهیم ادهم یه پادشاهی بوده، دگرگونی براش به وجود میاد. حالا داستانش تو داستان بعد میاد که چه اتفاقی برای این میفته، ولی و تمام ملک پادشاهی رو میذاره و میره و عارفی میشه. یه کسی اینو در لب داستانی که در دفتر سومه اینه که یه کسی لب دریا اینو میبینه، بهش میگه که تو اینجا چی کار میکنی، تو که ابراهیم ادهم بودی. بعد اونم حرفی نمیزنه، ذهن اونو میخونه، فکرشو برمیداره، امر میکنه از تو دریا هزارها ماهی در میان با سوزنهای طلایی روی لبشون. اینم بهتون بگم، صحبت طلا که مولوی هی میکنه، صحبت سر این نیست که همه چی تو این دنیا این قرار همه چی طلایی باشه، یا اینکه صحبت سر اینکه ماها عقلمون به چشمونه، مجبور این کارو بکنه. ما الانه یا اون موقع ها، الان هم همینطوره، هر کی طلا بیشتر داشته باشه میگیم چیز سره، فرخنده تره و بزرگتره و این چیزا. مجبور این مثالو بیاره که بابا اینا واسه اون کسایی که به اون مرحله و به اون مقام رسیدن، اینا واسه شون ارزشی نداره. خب ورنه ادهموار سرگردان و دنگ ملک را برهم زدندی بیدرنگ، لیک حق بهر ثبات این جهان مهرشان بنهاد بر چشم و دهان. میگه اون کسایی که برهم میزنن این تخت و تاجشونو و مثل ابراهیم ادهم میشن، یه اتفاق دیگه هم که واسه شون میفته، خداوند مهر به دهنشون میزنه که اینا صحبت نکنن، حرفی نزنن، رازها رو نگه دارن، رازداری بکنن. تا شود شیرین بر ایشان تخت و تاج، که ستانیم از جهانداران خراج. معذرت میخوام من اشتباهی رو معنی کردم. لیک حق بهر ثبات این جهان مهرشان بنهاد بر چشم و دهان. این کسایی هستن که ملک و مالک این دنیا، یعنی ملک این دنیا رو خیلی دوست دارن. میگه اینا مهر میخوره بر چشم و دهانشون که اینا نتونن فراتر از این دنیا ببینن. تا شود شیرین بر ایشان تخت و تاج. این تخت و تاجی هم که دارن خیلی براشون شیرینه، خیلی خوششون میاد از این مسئله. پادشاه عربستان همین تابستون وقتی پاشد اومد واشنگتن دی سی، یه هتل رو تمام اتاقاش رو گرفت، همه رو برداشت بیرون کرد از هتل، و تمام دکوریشن هتل هم به اندازه یه هفته عوض کردن به خاطر آقا. فرانسه رفته بود همینجور، هزار نفر هم باش رفته بودن. آره. یکی از ویلاها بسه شهر تحقیق شده بود، اعتراض کرده بود، هزار نفر. آره. بلای بگرد بلاخره. آره. نه اینا یواش یواش پول کم خواهند آورد، یعنی مثل اینکه آره داره یواش یواش کم میارن. ولی به هر حال اینه، تا شود شیرین بر ایشان تخت و تاج، که ستانیم از جهانداران خراج. اینا که براشون تخت و تاج هم خیلی شیرینه، از این هم به خودشون میبالن که ما از بقیه هم خراج میگیریم، مالیات میگیریم و یه عده به ما باج میدن و این برنامه.
از خراج از جمع آری زرچوریگ، آخر از آخران از تو بماند مردریگ. میگه حالا اینقدر تو خراج بگیر از آدم ها. مثل حالت مثل ریگ از اینا چیز بگیر، پول بگیر. آره آخر سر مردریگ ازت، مردریگ یعنی ارث مجبوری بذاری بری. همراه جانت نگردد ملک و زر، زر بده سرمه ستان بهره نزد. میگه آخر سر این ملک و زر با تو نمیاد جایی. اگه راست میگی این چیزایی که فکر میکنی مال تو اینا رو بده، اون موقع سرمه میگفتن اگه به چشم بزنی دید و خوب میکنه. میگه سرمه ستان، اینو بزن به چشم که دیدت بهتر بشه، تا ببینی که این جهان چاهیست تنگ، یوسفانه آن رسن آری بچنگ. میگه میبینی وقتی این جهان مثل یه دونه چاه تاریک میمونه و تو میتونی مثل یوسف این رسن یعنی تناب، این تناب رو به دست بیاری که بتونی از این چاه بیرون بیاد. این داستان حضرت یوسف رو که مولوی صحبتشو میکنه یه سیگنیفیکنت داره که اینو قبلنا من اینجا گفتم دوباره میگم براتون. مولوی باور داره که این داستان، این زندگی که همینجوری میگرده از دل خاک شروع میشه به خاک برمیگرده. مثال میزنه که شما یه دونه رو وقتی که بخوای برسه اول باید تو دل خاک بذاری، یه مدتی از نظرهام پنهان باشه، بعد این یواش یواش رشد میکنه، بالا میاد و این چرخه زندگی رو طی میکنه و بعد دوباره برمیگرده به خاک. داستان یوسف سمبولیزمش اینه که یوسف هم از دل چاه در میاد. درسته که یوسف یه سری خواص و یه سری خصوصیات پیغمبری داشته، ولی تا موقعی که توی چاه نیفتاد نرسید به کمال، نرسید. مثل یه دونه میمونه، یه دونه خواص اون میوه رو داره، ولی تا موقعی که توی دل خاک نباشه این شروع نمیکنه به رشد کردن و بزرگ شدن. خب داستان یوسف یکی از خصوصیاتش اینه، به خاطر همین یوسف ته چاهه. میتونست یوسف تو زندان باشه. حالا تا ببینی که این جهان چاهیست تنگ، یوسفانه آن رسن آری به چنگ. حالا ما هم همینه، توی چاهیم، ما باید از اینجا به خصوصیات درون خودمون پی ببریم، خودشناسیمونو بهش برسیم، خداشناسیمونو بهش برسیم تا بتونیم از این چاه در بیان. تا بگوید چون ز چاه هایی به بام، جان که یا بشرا، جان که یا بشرا، بشرای هازا لی غلام. میگه وقتی که از این چاه تو در میای، اون موقع است که وقتی در میای اون خالق، اون معشوق تو رو میبینه و میگه این غلام من. داستان حضرت یوسف هم اینطوری بوده که وقتی که یه میندازن سطحی رو میندازن که آب بیارن، میگیره اینو و از اون چاه در میاد و به غلامی میگیرنش یوسف رو. آیه 18 سوره یوسف. بله. هست در چاه انعکاسات نظر، کمترین آن که نماید سنگ زهر. حالا تو این چاه دوباره حرفی که تو داستان قبلی گفته بوده اینجا تکرار میکنه. انعکاسات نظر هست. یعنی چی؟ یعنی همه چی وارونه نشون داده میشه. توی چاهی که ما توش هستیم، وقتی شما به چاه نگاه میکنید همه چی وارونه است. الان هم توی این چاهی که ما الان توشیم وارونه است. من یه حرف مربز موقع ها میزنم توی اسلایدهای خودم وقتی که ترینینگ میکنم، به اینا میگم که قبلنا که تو میلیتری خیلی جالبه، آدمایی بهشون مدال داده میشه که
که اینا حاضرن از جون خودشون بگذرن که جون بقیه رو سیف کنن. ولی تو بیزینس الان تو این دور زمونه به آدمایی بیشتر مدال و پول و اینا میدن که اینا حاضرن بقیه رو قل و قم کنن که خودشون رو بهتر چیز کنن. این کاملا وارونه است. حالا ولی معمولا سی او ها بیشتر پول میگیرن، ولی یه عده آدم رو برمیدارن از کار بیکار میکنن، چه خبره که چیز باشه. به هر حال اینجا ما کلن توی یه چاهی هستیم که همه چی برعکسه. وقت بازی کودکان راز اختلال می نماید آن خزف ها زر و ما. میشه این تکیه های سفالی میگه واسه بچه ها که واسه خودشون چیز میکنن، وقتی که بچه مثلا دارن با هم بازی میکنن میگن اینا مثلا زر ماست، اینا چیزایی که برای ما ارزش داره. عارفانش کیمیاگر گشتن تا که شد کانها بر ایشان نژند. میگه اونایی که عارفن اونایی هم که کیمیاگرن، نژند یعنی ناچیز. میگه که عارفان وقت تونستن با این کیمیاگری این معدنها رو یه سری ناچیز نشون بدن، معدنهای زر رو. چرا؟ چون اینا کیمیاگرن، هر وقت اراده کنن اونو میتونن به دست بیارن. خب حالا یه داستان کوتاه دیگم میگه اینجا راجب حالا روزی حلال، بله، راجب یه درویشی که خیلی جالبه. مولوی تا حالا دو سه دفعه راجب به دست آوردن روزی حلال و اینکه زیاد زحمت هم راجبش نکشیم حرف زده. حالا نمیدونم دلیلشو میدونی چرا بهش هیچ وقت فکر کردیم؟ حالا نمیدونم، یه تئوری هست بین عرفا، مثلا میگن که توی امریکایش مثل تقریبا معادل میشه love attraction. خب که تصور میکنی و اعتقاد داری اون اتفاق میافته و خودتو تصور میکنی که اون اتفاق برات افتاده و اون اتفاق میافته. As long as you believe and trust what you know, there's no doubt. بله. حالا این تفکر هم تو همون مایا هست که اگر چیزی رو که اعتقاد به قدرت روح و فرای جس هست که مثلا تصور انسان از چیز خدایی هست و انرژی اینا مثل خدا که میگه کن فیکون، ما هم یه چیزایی مثل اون داریم. وقتی وصف اون بشیم، فرکانس رو به اندازه بشیم، ما میتونیم یه چیزایی رو تولید بکنیم، لزومی نداره خودمون رو جر بدیم. یعنی مولوی دو دفعه تا حالا صحبت اینو کرده، تا حالا یکی دفتر سوم بود اون طرف که 7 سال نشست و دعا کرد آخرش یه گاوی اومد تو خونش. خب بالاخره اینم گفت روزی حلال ما رسید. یکی هم الان این داستان کوتاه‌تر از اون ما، ولی این روزی حلال رو راست میگید. یعنی به اینجا میرسه که یعنی یه مثال، یه حرف دیگه ای هم که داره میزنه اینه، ما باید و نبادت هایی که جسم خاکیمون بهمون میده رسونده ما رو به اینجا که ما فکر میکنیم برای درآوردن روزی باید یه سری باید ها برای خودمون گذاشتیم، در صورتی که میخواد بگه اینا خیلی ساده تر از اونیه که ما فکرشو میکنیم. خیلی جام؟ خب نه اصلا صحبت درویش بودن هم نیست، صحبت سر اینه که ما دیدمون نسبت به زندگی چیه. اینا مشکل مای، مشکل زندگی نیست. ببینید یه استادی من داشتم یه حرف خیلی خوبی میزد، میگفتش که این زندگی از روی اباندنس ساخته شده. اباندنس یعنی فراوانی، میگه زندگی رو فراوانیه. حالا شما اگه اینو باور داشته باشین، یعنی عملا و قلبا به این مسئله باور داشته باشین، به این اباندنس میرسین. و اباندنس فقط پول نیست، این فراوانی.
ما متاسفانه بازم میگم طبق مثال هایم که مولوی واسمون میزنه همه چی رو ما با زر و سیم و این چیزا داریم میسنجیم. حتی اگه فقط هم اون باشه منبع سنجشمون، باز اونم اباندنس داره اینجا، در صورت که ما اینجا رو خیلی محدود میبینیم. بازم نه تنها محدود هست، ولی زندگی اباندنس داره. یعنی زندگی اگه ما قبولش کنیم فرای این دنیایی که ما توشیم. حالا به هر حال این آقای درویش هم قرار ایشون دیدن درویش جماعت مشایخ را در خواب و درخواست کردن روزی حلال، بی‌مشغول شدن به کسب و از عبادت ماندن و ارشاد ایشان او را و میوه های تلخ و ترش کوهی بر به شیرین شدن به داد آن مشایخ. این آقا بالاخره میرسه به اون چیزی که میخواد. حالا خواستش این بوده که این خواسته اولش این بوده در حقیقت. حالا داستان فرق میکنه وقتی که میخونیمش. میگه آن یکی درویش گفتن در سمر خضریان را من بدیدم خواب در، گفتم ایشان را که روزی حلال از کجا نوشم که نبدان وبا. خضریان یعنی آدم های که خضروارند. خضر بالاخره کسی بوده که پیغمبر بوده، یا حالا تو قرآن مثل اینکه اسمش هم نیومده، ولی خب به هر حال چیزه، بالاخره آدم عارفی بوده هر چی هست. ولی قرآن نوشته شخصی که از علم اون بله بهره‌ای داده میده. حضرت موسی و یوشع دنبال خضر میگشته. علم لدنی. علم لدنی. حالا این آقا بالاخره یه سری خضریان رو میبینه در خواب و میگه به اینا میگه که روزی حلال من میخوام که زیاد وبالم نداشته باشم، یعنی گرفتاری زیاد نداشته باشه. من رو سوی کوهستان راندن، میوه هازان بیشه می افشاندن که خدا شیرین بکردن میوه را در دهان تو به همت های ما. این خضریان اینو میبرنش طرف کوهستان و بهش میگن که این میوه هایی که میبینی اینجا اینا تو دهان تو شیرین میشه به خاطر اینکه ما میخوایم. مولوی تو دفتر اول میگه، میگه باده از ما مست شد نیما از اون. ما شراب و مستش کردیم، اون ما رو مست نکرده. دکتر سروش هم یه مثال میزنه، میگه شراب شما بریز رو سنگ، اگه سنگ مست شد همون شرابه. ما این که این کار رو میکنیم باهاش. خب اینم اینجا میاد میگه این میوه ها برای تو شیرین میشه و شیرین هم میشده. هم بخور پاک و حلال و بی حساب، بی صدا و نقل و بالا و نشیب. بی حساب، بی صدا و نقل و بالا و نشیب. صدا یعنی دردسر. میگه که بهش میگن که اینو بخور و این حلال و طیب و طاهر مال خودت. پس مرا زان رزق نطقی رو نمون. میگه وقتی که تونستم این رزق رو بخورم نطقم وا شد، شروع کردم حرف زدن. یعنی حرفای مثلا بزرگ بزرگ میگفتم، حرف میزدم. پس من آزان رز نطقی رونموند، ذوق گفت من خردها میرو بود. من هر چقدر حرف میزدم با ذوقم که حرف میزدم، آدم هایی که با خرد بودن، آدم های فرهیخته، مجذوب سخنان من میشد. گفتم این فتنه است ای رب جهان، بخششی ده از همه خلقان نهان. این حالا آدم این بوده که یکمی هم عقلش میرسیده، میگه به خدا گفتم که این باعث فتنه میشه که من دارم صحبت میکنم و این صحبت هایی که من میکنم، چون وقتی همه نمیفهمم مجبوری بهتر صحبت نکنی. میگه من به خدا گفتم که این فتنه است ای رب جهان، بخششیده از همه خلقان نهان. یه چیزی به من بده کسی نبینه. شد سخن از من دل خوش یافتن، چون انار از ذوق می بشکافتم. این سخن گفتن از من گرفت و دل خوش به من. خب پس اینجا دل خوش داشتن، آدم بد نیست این دعا را یه موقع هایی بکنی. آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم. این
غزلی هم که خوندیم صحبت دل خود آخر سر میخوام دلم خوش بشه، میگه که شد سخن از من دل خوش یافتم، چون انار از ذوق میبشکافتم، گفتم هر چیزی نباشد در بهشت غیر این شادی که دارم در سرشت. میگه اگه قرار بشه تو بهشتی چی به من ندن، همین این دل خوشی که من دارم خیلی خوبه. خدا انشاءالله به همه دل خوش بده واقعا. هیچ نعمت آرزو و آرزو ناید دگر، زین نپردازم به جوز و نشکر. میگه دیگه از بعد از اونم دیگه هیچ آرزوی دیگه ای نداشتم چون دلم خوش بود. و اینجا جوز میشه گردو نیشکرم که چیزه، ولی جوز و نیشکرم یه حالت نعمتهای بهشتی میشه در حقیقت. حالا من نوشته به هور و بهشتی، اینجا جوز و نیشکرم نوشته. مانده بود از کسب و یک دو حبه هم دوخته در آستین جبه هم. میگه اون کسب و کاری هم که داشتم یه ذره پسنداز داشتم، اینجا دو حبه هم میشه مثلا یکی دو سکه طلا یا هرچی و اینا، اینا رو هم ورشته بودم دوخته بودم تو این جیبی که با لباسم. حالا ما اون بقیه اینا میخونیم حالا ایشالله. حالا نی از کردن او که این ذر را بدم بدان هیزمکش، چون من روزی یافتم و به کرامات مشایخ و رنجیدن آن هیزمکش از ضمیر و نیت او. این یه هیزمکش رو میبینه و تصمیم میگیره این ذر رو میخواسته بده به اون، این چیزی که تو جیبش بوده. آن یکی درویش هیزم میکشید، خسته و مانده ز بیشه در رسید. پس بگفتم من ز روزی فارغم، زین سپس از بحر رزقم نیست غم. میوه مکروه بر من خوش شده است، رزق خاصی جسم را آمد بده است. میگه یه داشتم یه دیدیم که یه درویش هیزم که داره میکشه، من پیش خودم گفتم من که الحمدلله بی نیازم، میوه ترش هم یعنی اون چیزی که بقیه به کامشون خوش نمیاد به کام من که الان خوشه، به خاطر همین نگرانی از امرار معاش هم ندارم و بیام و یه کمکی بکنم. چون که من فارغ شدستم از گلو، حبه ای چند است این بد هم بدو. من که الحمدلله غذا دیگه همه چیم تأمینه، بیام این پوله رو بدم به این آقای درویش، درویش خارکش. خود ضمیرم را همی دانست او، ببخشید بد همین زر را بدین تکلیف کش، تا دو سه روزک شود از بود خش. میگه من گفتم تکلیف کش میشه آدم زحمت کش، میگه من به آدم زحمت کش که پولی بدم که حداقل یه دو سه روزی این گرفتاری نداشته باشه، غذای خوبی بخوره. خود ضمیرم را همی دانست او، زان که سمعش داشت نور از شمع هو، بود پیشش سر هر اندیشه‌ای چون چراغی در درون شیشه. این آقایی که خارکش بوده، این آدم عارفی بوده، میتونسته بفهمه این چه فکری داره میکنه با خودش و ضمیر اینو میخونده. مولوی بارها و بارها گفته اولیاء الله میتونن ضمیر ما رو بفهمن چی. هیچ پنهان می نشد از وی ضمیر، بود بر مضمون دلها او امیر. پس همین منگید با خود زیر لب، در جواب فکرتم آن بلعجب. منگید یعنی هم زمزمه کرده، چیزی که من نفهمیدم. میگه ولی زیر لبش یه حرفی زد در جواب فکری که من کردم، که چنین اندیشی از بحر ملوک، کیفت تلق رزق ان لم یرزقوک. میگه که راجب ملوک یعنی آدمایی که فارغن، آدمای بزرگوار، اینجوری راجبشون فکر میکنی و چجوری. حالا معنی این اینه که اونایی که به تو روزی میدن چجوری میتونن به اون روزی خودشون برسن، تو به این فکر میکنی. من نمی کردم سخن را فهم، لیک بر دلم می زد اتابش نیک نیک. منم حرف اون رو نمی فهمیدم، ولی یه چیزی از اون به من هی می زد، یعنی من می گرفتم که یه حالا یه اتابی داره، یه انرژی داره نسبت به من. سوی من آمد به هیبت همچو شیر با
تنگ هیزم راز خود بنهاد زیر، پرتو حالی که او هیزم نهاد، لرزه بر هر هفت عضو من نهاد. فتاح میگه این همچون نزدیک من اومد، این بار هیزمش رو گذاشت زمین. همین که این کار رو کرد، این انقدر ابهت داشت و انقدر من اونجا بزرگیش رو احساس کردم که لرزه به هفت عضو من، یا یعنی این هفت ستون من افتاد. گفت یارب گر تو را خاصان هیند، که مبارک دعوت و فرخ پیند، لطف تو خواهم که میناگر شوی این زمان، این تنگ هیزم زر شود. لطف تو خواهم که میناگر شود این زمان، این تنگ هیزم زر شود. اون طرف دعا میکنه که خدایا اگه تو این وسط، اگه تو خاصان در مقام تو قرب دارن، من ازت میخوام که اینجا این بار هیزم طلا بشه. در زمان دیدم که زر شد هیزمش، همچو آتش بر زمین میتافت خش. همون موقع هیزم این زر شد و انقدر زر شد، اینجا به آتش صحبت این درخشندگی این زره که همچین مثل آتش میبارید ازش. من در آن بی خود شدم تا تیرگه، چون که با خویش آمدم من از وله. بعد از آن گفته خدا گر آن که بار، بس غیورند و گریزان زشتهار، باز این را بند هیزم ساز زود، بی توقف هم بران حالی که بود. میگه من وقتی اینو دیدم از خودم بی خود شدم، به بزرگی اینم پی بردم، خودم توی شیدایی و حیرت ولی مونده بودم که این چجوری این کار کرده. تو همون حالتی که من از خودم بی خود بودم، این میاد و دعا میکنه که این دوباره برگردون و هیزمش بکن. در زمان هیزم شدن اقزان زر، مست شد در کار او عقل و نظر. اقزان زر میشه شاخه های طلا. میگه این همش هیزم میشه تو اون مدت و مست شد در کار او عقل و نظر. و من هم همجور موندم که چجور این اتفاق اصلا افتاد. بعد از آن برداشت هیزم را و رفت، سوی شهر از پیش من او تیز و تفت. خواستم تا در پی آن شهر روم، پرسم از وی مشکلات رو بشنوم. میگه سریع هم شروع کرد به راه رفتن و به طرف شهر رفتن. میگه منم دنبالش دویدم که پیداش کنم، ازش سوال بپرسم و مشکلات و جوابش رو پیدا کنم. این دنبال جواب پیدا کردن مشکلات، اینو داشته باشید تا بهتون بگم الان. میگه بسته کردن هیبت عمر مرا، پیش خاصان ره نباشد عامرا. تا حالا داستان زیاد بوده، حتی داستان دقوقی هم این بوده که دقوقی دنبال این بوده که یه سری جوابا رو پیدا کنه از آدمای دیگه و اونا جواب بهش نمیدن. هیچ کس تا حالا تو داستان‌های مولوی وقتی ازش پرسیده، یعنی تو داستان‌ها یکی بوده که یکی دیگه خواسته جواب بشنوه و جواب نگرفته. دلیل داره. دلیلش هم اینه که جواب نمیدن اینا. شما باید به جواب برسید. شما باید معنی رو پیدا کنید. کسی معنی رو قرار نیست به ما بگه. ما خودمون باید به معنی ها برسیم. این حالا دنبال این که میخواد بره، یعنی میگه حتی اگه شما بخواید دنبال اون کسی بری که فکر کنی، ولی یعنی میگه اونم میسرم حتی نی، یعنی خدا نمیذاره، میسر نمیکنه. زندگی اینطوره که شما تجربه زندگی رو خودت باید بکنی، شخصی باید اینو خودت تجربه کنی، به جواباش یکی یکی برسی. بسته کردن هیبت عمر مرا، پیش خاصان ره نباشد عامرا. یکی دیگه هم اینه که آدم نمیتونه همینجوری وارد حلقه خاصان بشه. باید اونا عنایت کنن. باید شما تو اون مقام باشی. و تو اون مقام چجوری میرسی؟ اون موقعی که به جواب شما خودت برسی. ور کسی را ره شود، گو صرفشان. کان بود از رحمت و از جذبشان. میگه اگه کسی تونست به اینا برسه، به این اولیا برسه، بهش بگو صرفشان، یعنی سر بده، سرتو بده بره، آمده هم که سر نهم.
خان بود از رحمت و از جذبشان. اگه اینا قرار باشه بذارن تو باهاشون همراهی کنی، این بیسری اولین شرطشه. پس غنیمت دار آن توفیق را، چون بیابی صحبت صدیق را. صحبت دارم. حالا شما این لطفاً آره لطفاً تخفیف بدید با این نسخه ای که دارید. اگه توفیقی داشتی که با اینا همراه بشی، غنیمت بدون اونو. وقتی که میرسی به صحبت صدیق، البته صدیق لقب ابوبکر هم بوده، درست میگم؟ ولی ابوبکر کسی بوده که تونسته با پیغمبر هم صحبتی بکنه. نه چون آن ابله که باشد قرب شاه، سهل و آسان در فتد آن دم ز راه. چون ز قربانی دهندش بیشتر، پس بگوید ران گاو هستی مگر. میگه یه موقع هست یه کسی، یه ابلهی، بعض موقع طرف بر میخوره، یه جایی هایی شما شانسی یه جا قرار میگیری، بهت یه عنایتی میشه. حالا طرف یه عنایتی بهش شده بوده، از گوشت قربونی ذره به این بیشتر داده بودن، اینم عوض این که بفهمه چی بهش دادن و شکرشو به جا بیاره، میگه آه این گوشت گاو کشتن، به خاطر همین رونه گاوش افتاده به من. یعنی چی؟ یعنی انقدر ما بعضی موقع ها نمیفهمیم که این نعمتی که به ما داده، این نعمت ارزانی ما بوده و شکرشو بکنیم، عوض اینکه سوال بکنیم ازش. از که گاو رو مثلا چون کمتر از گوسفند میدونستن داره طعنه میزنه. نه گاو بیشتر بوده، الان بیشتر از نظر ما، ولی اون موقع جسش همیشه همون قبل بوده دیگه. قربانی گوسفند بوده نه گاو. من فکر میکنم اینجا داره طعنه میزنه، میگه گاو کشتن، گاو رو کشت، گاو به من داره ناشکری میکنه در حقیقت. جفتش ناشکریه. حالا کلا یعنی همین وری اگه نگاه بکنی، همون وری جفتش ناشکریه. شما اگه شاه بهتون عنایت کرده، گوشت قربونی بهتون داده، باید تشکر کنی. حالا چه یه ذره بیشتر باشه شک بکنی که این گاو یا گوسفند، یا ایران بود مثلا موقع هلندی میدادن به ملت، نمیدونم کسی هایش موقع هلندی و ایران. اسرائیلی نه، مرغ هلندی یادتون هیچ کی نمیخوردی مرغا رو، همین میگفتن این مرغا بدن. مرغا هلندی اگه بود هیچ کی نمیرفت بگیره، کوپونا رو همین میذاشتن تا مثلا مرغ غیر هلندی گیرشون میره. نه زمان جنگ نه یادتون نیست کوپونا؟ شما نبودید نیران؟ متاسفانه. خب دیگه اون موقع کوپون داشتن همه برای چیز. من بچه جنگم، ما تو جنگ بزرگ شدیم. بعد اونجا دفترچه بسیج بود و کوپون. دفترچه بسیج چی؟ مثلا شما شیر میخواستیم بگیرید، در با دفترچه بسیج بهتون دو تا شیشه شیر میدادن، یا نمیدونم فلان. حالا کاری نداریم، اینا همه رو دولت موسوی درست کرد که تونست جنگم اداره کنه و این برنامه ها. بعد کوپون هم داده بودن به هر خانواده‌ای که انقدر میتونن مثلا از کوپون استفاده کنن و مثلا مرغ بگیرن، گوش بگیرن، چی بگیرن، چی بگیرن. بعد مرغ همیشه داستان داشت، اگه مرغ هلندی بود مادرم گفت مثلا این به درد نمیخوره بدهشون. از کجا میفهمیدن؟ میپرسید دیگه از قصابه. مرغ هلندیه یا میگم یه ذره لاغرتر بود اینا. چی بود خلاصه؟ جوکش شنیدین؟ چیه؟ یه یارو جارو میفروخته همون زمان جنگ و پشت تراکش گذاشته بود جارو دیده اون جارو میفروشیم داد میزنی تو خیابون همه هیچ که جارو نمیخری. بعد میگه جارو با دفترچه، جارو با دفترچه همه میاد میرسن تو خیابون دفترچه ها رو میاد. آره دفترچه بسیج هم من یادم به فوتبال هم ما دفترچه بسیج بعد میخریدیم اونطوری بود. به هر حال آره نه کوچوب چرمی آره پلاستیکی چیز پس غنیمت دار آن توفیق را، چون بیابی صحت صدیق را. نه چون آن ابله که یابد قرب شاه، سهل و آسان در فتد آن دم ز راه. چون ز قربانی دهندش بیشتر، پس بگوید ران گاو هستین مگر. نیست این از ران گاو، ای مفتری، ران گاوت می نماید از خری. آها اون که افترا میزنه، اون کسی که داری بد نگاه میکنی به این چیز، آره میگه که این
تو نمیفهمی چی بهت دادن، یعنی نعمت هم اگه بهت میدن متوجه نعمتش نیستی. بذل شاهانه است این، بیرشوتی، بخشش محض است این، از رحمتی. میگه یه بذل و بخششی به تو شده که عوض هم نمیخواد، رشوه هم نباید باراش بدی. وقتی ناشکری من ناشکری داریم و اونم به خاطر اینکه ما نمیفهمیم که چی به همون خدا داده. خب ما اینجا نگه میداریم تحریض سلیمان من رسولان را بر تجدید هجرت بلقیس به اهل ایمان تا هفته آینده انشاءالله. خیلی ممنون.